با درود به تمام دوستان، با دانستنی های سنگاپور در خدمتتون. آیا می دانستید دولت مردان سنگاپور علاقه خاصی نسبت به توالت دارند و برای همین آنها با کمک سازمان ملل روز 19 نوامبر رو به عنوان روز جهانی توالت نامیدند؟ آیا می دانستید در سنگاپور فساد دولتی بسیار پایینه؟ در حقیقت آنها سالمترین سیستم دولتی رو در آسیا دارند و همچنین یکی از سالمترین کشورهای جهان هم هستند. آیا می دانید هر ساله در روز 7 نوامبر تمام مردم سنگاپور از سیاستمداران گرفته تا مردم عادی با هم و در کنار هم درختکاری می کنند؟ آیا می دانستید طبق تحقیقات انجام شده مردم سنگاپور سریعتر از دیگر مردم جهان راه می رن؟ و یا اینکه میانگین سرعت راه رفتن سنگاپوریا حدود 6.5 کیلومتر در ساعته؟ آیا میدانید دولت سنگاپور اجازه ساخت برج‌های بلندتر از 280 متر در این شهر را نمیده و اکنون 3 برج در سنگاپور وجود دارند که دقیقاً 280 متر ارتفاع دارند؟ آیا میدانستید بیشتر آسانسورهای سنگاپور به یک سنسور مجهزه که اگر تشخیص بده کسی داخل آسانسور ادرار کرده، آسانسور رو متوقف کرده، در آسانسور رو هم قفل میکنه و به پلیس خبر میده؟ آیا میدانستید اگر کسی از توالت عمومی استفاده کنه ولی سیفون رو نزنه، جریمه سنگینی در انتظارشه؟ آیا میدانید سنگاپور یک دولت شهره؟ یعنی دولتی که فقط در یک شهر و اطراف آن حاکمه؟ و یا اینکه فقط 3 دولت شهر در کل دنیا وجود داره؟ سنگاپور، واتیکان و موناکو. آیا میدانستید 5 ستاره‌ای که در پرچم سنگاپور قرار دارند نماد آرمان‌های دموکراسی، صلح، پیشرفت، عدالت و برابری هستند؟ آیا میدانید در زمان جنگ جهانی دوم و زمانی که سنگاپور به اشغال ژاپن درآمده بود، آنها نام این کشور را به سیونانتو به معنی جزیره درخشان جنوبی تغییر دادند؟ آیا میدانستید متن سرود ملی سنگاپور به صورت خیلی ریز و میکروسکوپی پشت اسکناس‌های 1000 دلاری سنگاپور چاپ شدند؟ آیا میدانید از سال 1987 تا امروز، یعنی 31 ساله که فرودگاه بین‌المللی سنگاپور به عنوان بهترین فرودگاه قاره آسیا انتخاب میشه؟ آیا میدانستید جویدن آدامس در سنگاپور برای سالها غیرقانونی بود؟ ولی در سال 2004 و بر اثر فشارهای آمریکا، آنها این قانون رو کمی تغییر دادن که بر اساس آن مردم میتونن با نسخه دکتر و دندانپزشکان آدامس بگیرن و مصرف کنن؟ و در آخر، آیا میدانستید اگر کسی آدامس جویده شده خودش رو توف کنه و یا روی زمین بندازه، جریمه سنگینی در انتظارشه و یا حتی ممکنه با چوب بامبو کتک بخوره؟ البته توریستا میتونن حد اکثر 2 بسته آدامس با خودشون داشته باشن، ولی بیشتر از آن جرم و قاچاق آدامس محسوب میشه و در صورت دستگیری احتمالاً به 1 سال زندان و 5500 دلار جریمه محکوم میشن. خوب بدونید در این کشور بازار سیاه آدامس هم وجود نداره و مردم این کشور اگر بخوان آدامس بجوان به کشورهای همسایه میرن.